سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده حمله تروریستی به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران را محکوم کرده و مسئولیت این گونه اعمال خشونت آمیز را بر عهده مبلغان افراطیگری و ایجاد کنندگان قومگرایی دانست در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به دست شیعه رسیده آمده است بسیار ضروری است جامعه جهانی عاملان و مبلغان خشونت و تروریسم و حامیان مالی و معنوی آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. مسلمان آزاده افزود عملیات تروریستی در شهر اهواز با هدف ایجاد فتنه های همچون جنگ های داخلی، تفرق افکنی و نفرت پراکنی در جامعه ایران و بین نژادهای مختلف برنامه ریزی شده است. سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه بیانیه خود از سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری در سراسر جهان خواست تا حمله تروریستی در شهر اهواز ایران را محکوم کرده و ضمن مقابله با هر گونه افرادگرایی مانع حمایت مادی و معنوی گروه های تروریستی شده و سرام و مسئولان آنها را مورد بازخواست قرار دهند مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود این فاجعه را به ملت ایران تعذیت گفته و از خداوند مندان برای قربانیان این حادثه تروریستی اف و غفران و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل را خواستار شده است گفتنی است بر اساس آخرین اعلام رسمی این حمله تروریستی 25 شهید و 67 مجروح بر جای گذاشت که 27 تن از آنها از بیمارستان مرخص شدند